سلام، با عشق. من پردیسم و قراره توی تمرین امروز با احساساتمون صلح کنیم. پس از شما میخوام که در جای راحتی بشینید که تعادل و راحتی بیشتری رو احساس میکنید و هر زمان که راحت بودین چشمانتون رو به آرومی ببندین و اینو بدونید که بخشی از شما دیده نمیشه. درونتون چطوریه؟ برای چند لحظه به ذهنتون اجازه بدین که به کمک تنفس آروم بشه. کجا تنفس رو بیشتر احساس میکنید؟ بررسیش کنید. اینو بدونید که بیشتر مردم میتونن نفس خودشون رو به وضوح در پایین شکمشون احساس کنن و شاید قفسه سینه شما با دم به بالا حرکت کنه و موقع بازدم پایین بیاد. و یا بعضی ها لب بالایی یا نوک بینی رو بیشتر احساس میکنن هنگام نفس کشیدن و اینطوری میتونید با احساس تنفس آشنا بشید. در واقع احساس تنفس یک تمرین مقدماتی و مبتدی توی مدیتیشن هست که همیشه میتونید برای شروع به این تمرین رو بیارید. برای چندین بار تنفستون رو دنبال کنید، باهاش آشنا بشید و آرامش رو به بدن و سکوت رو به ذهن دعوت کنید. و حالا ازتون میخوام که در ذهنتون موقعیت‌هایی رو در زندگیتون به یاد بیارید که شاید مشکل‌ترین چیزها رو با خانواده یا دوستانتون براتون پیش اومده که شاید قوی ترین مشکلی بوده که توی این مواقع توی زندگیتون باهاش مواجه شدین. صحنه هایی به ذهن شما خطور میکنه. این صحنه ای رو که داره توی ذهنتون بالا میاد رو حسش کنید و خودتون رو برگردونید به اونجا. تا جایی که میتونید خودتون رو وسط اون تجربه حس کنید. بدنت چه احساسی داره؟ چه چیزی داری میگی؟ با کی هستی؟ بهترین تلاشتون رو بکنید تا اون احساس رو تصویر سازی کنید. خودتون رو برگردونید اونجا و در این لحظه اجازه بدین که این تجربه صحبت کنه با تموم بدترین لحظاتش و به این تجربه توجه کنید که چطوریه. اگر به یاد آوردن اون تجربه براتون خیلی سخته و این لحظه‌ای که خیلی براتون چالش برانگیزه، اینو یادتون باشه که میتونید به نفس کشیدن برگردید. به نفس کشیدن برگردید. در غیر این صورت بیشترین تلاشتون رو بکنید تا این بدترین لحظه رو در اوج این تجربه چالش برانگیز تجربه کنید. ازتون میخوام برای چند لحظه ای از خودتون عذرخواهی کنید. ممکنه که خودتون رو تصور کنید که دارید میگید ازت عذر میخوام و به طور کامل از موقعیت فاصله بگیرید و دستتون رو روی قلبتون بیارید و با بخشی از وجودتون ارتباط بگیرید که خردمنده و سرشار از شفقت. برای چند لحظه تصور کنید که این بخش خردمند و مهربان از شما چطوری پاسخ میده؟ این بخش از شما هرگز تحت تأثیر رنج قرار نمیگیره. این بخش از شما به شما نشون میده که چطوری از جایی که همه مشکلات حل شدن پاسخ بدید. حالا تصور کنید و تصویر سازی کنید بخشی از خودتون رو که میتونه موقعیت رو هندل کنه. چه چیزهایی میگه و چه چیزهایی نمیگه؟ اجازه بدین بهتون نشون بده که چطوری به این مشکل میتونید رسیدگی کنید.
برای چند لحظه از قلبتون وارد موقعیت بشید. با خرد و شفقت دوباره وارد موقعیت بشید. آیا میتونید با احساساتتون صلح کنید؟ در جایی که با بخشی از خودتون ارتباط میگیرید که رنج رو تجربه نمیکنه. با بخشی از خودتون که دانا و خردمنده. الان که در حال پایان تمرینمون هستیم، به وضعیت بدنتون هنگام ارتباط با اون قسمت از خودتون توجه کنید. دم بگیرید. چقدر سخت بود؟ اینو میخوام بدونید که برای رسیدن به این جواب همیشه میتونید به این فضا و این ویدیو برگردید. شما از اینجا به این قسمت از خودتون دسترسی دارید. درست در مرکز وجودتون. پس اینو بدونید و بشناسید که شما بی قید و شرط خردمند و مهربانید. و در همین لحظه از سکوت و مکث نفس بکشید. و میتونید با این تنفس این بخش غریزی و ذاتی خودتون رو کشف کنید و تشخیصش بدید و راه حل ها رو احساس کنید. وقتی آماده بودین، چشمانتون رو به آرومی باز کنید و لبخند ملایمی رو که گوشه لبتون هست رو ببینید. یک دم و بازدم عمیق بگیرید و بعد چشمانتون رو به آرومی باز کنید. ممنون برای این تمرین.